سلام، یک شنبه 21 مرداد 89 22 آگوست 2010 میلادی در مورد نه موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول ادامه بحث ما راجع به روز قدس و جایگاه اون در سلسله آکسیون‌هایی که مجموعه اونها ما رو به پیروزی میرسونه. روزهای قبل صحبت کردیم که سال گذشته در همین زمان حکومت بر سر یک آکسیون باخت باخت بود، وقتی که در روزهای حکومت ما میرفتیم در خیابون برای اینکه اگر میزد آبروش میرفت و اگر نمیزد جمعیت میلیونی حرکت میکرد. اما از یک جایی به بعد حکومت تصمیم گرفت باخت دوم رو انتخاب کنه در عاشورا در 22 بهمن و این آبروریزی رو برای خودش بخره که هیچ ارزشی حتی برای روزهای خودش هم قائل نیست، برای روزهای مقدس و مذهبی هم قائل نیست و یک حکومت سرکوبگر جنایتکاره و این به پیشونیش هم چسبید. همه دنیا هم همین برداشت از حکومت ایران دارن. بنابراین با احتساب تجربه گذشته ما اون کارهایی رو که در روز قدس باید بکنیم باید با در نظر گرفتن این واقعیت باشه. نکته دیگه در مورد حرکت روز قدس این است که من این رو میگم برای اینکه بعضی ها این سوال رو مطرح میکنن که با راهپیمایی خب ما کردیم این حکومت پایین نمیاد. همونطوری که قبلا هم بارها صحبت کردیم این است که مجموعه یک سری فعالیت هاست که منجر به پایین کشیدن حکومت میشه، مجموعه کارهایی که منجر به مشروعیت زدایی، تقویت همبستگی و مقاومت ملی، ایجاد شکاف در حکومت و فلج سازیش میشه، دست به دست هم میبره حکومت رو به جایی که توازن قوا به نفع مردم و به زیان حکومت به هم میخوره و فروپاشی حکومت فرا میرسه. بنابراین یک با یک راهپیمایی یا یک آکسیون خاص، مثلا شمع روشن کردن یا یک الله اکبر گفتن، طبیعی است که حکومت پایین نمیاد. اما هر کدوم از این کارها کمک میکنه به یکی از اون هدفها در خدمت استراتژی کلان و مجموع اینها با همه که منجر به پایین کشیدن حکومت میشه. به همین دلیل وقتی که امکانی باشه که با حرکت در خیابون، تظاهرات خیابونی که یکی از ده‌ها کاری است که میتونیم بکنیم، اگر بتونیم همبستگی و مقاومت ملی رو نشون بدیم و متقابلا حکومت رو فرسوده بکنیم، این کار به عنوان یک سنگ از مجموعه بنایی که در مبارزه داریم میسازیم میتونه به ما کمک بکنه. اونچه که قطعی تمرین هم کردیم و در روز قدس میتونه انجام بشه، مطمئنن شب قبل از اون الله اکبر گفتنه و خود روز قدس تهیه فیلم و عکس از مزدورا و حرکتهای اونها و پخشش هست که هم شناسایی میشن هم آبروشون میره. و نکته دیگه ای که قطعا لزومش رو فهمیدیم این است که شهرستانها وقتی که بپیوندن به حرکت، بار رو از روی دوش تهران کم میکنن، توان مزدوران و حکومت رو پخش میکنن در سطح کشور. بنابراین همه بچه هایی که دارن برنامه ریزی کار میکنن، شعار مینویسن در شهرهای مختلف، در شهرستانها، دعوت مردم به حرکت کردن در روز قدس بحثی است که مجموعاً به همه حرکت کمک میده. اما اینکه این کارهایی که قطعا میتونیم بکنیم، اما اینکه چگونه در خیابان حضور پیدا کنیم، به خصوص الان که آقای کروبی هم اعلام کرده که پاشو در خیابون میگذاره و میره و جنبش نشون داده که این رهبران رو تنها نمیگذاره، چگونه حرکت بکنیم؟ آیا در مسیرهای حکومت اگر میریم مسیرهای جایگزین حتما داشته باشیم؟ مسیرهای جایگزین هم اگر اشغال بود چگونه پراکنده بشیم؟ چه فعالیتهایی رو در سطح شهر انجام بدیم و چگونه در واقع اونها رو منعکس بکنیم؟ بحثی است که من روزهای آینده باز هم به اون میپردازم که اگر حرکت در خیابون میخوایم داشته باشیم، حداکثر بهره برداری رو از اون بتونیم انجام بدیم. نکته دوم این که لایحه خانواده که در مجلس مطرح هست و این روزها سر و صدا پا کرده، آش انقدر شور شده که خان هم فهمیده، یعنی بسیاری از تشکل‌های اسلامی
زنان و بسیاری شخصیت‌های فعال خانم‌ها که از نزدیکان حکومت هم بودن صداشون در اومده و به خصوص به ماده 23 این لایحه به شدت حمله می‌کنن که به مردان اجازه چند همسری در واقع میده. و به قول یک خانومی که در همین مصاحبه مطبوعاتی که روز گذشته کردن گفته بود، زن ماشین لباسشویی یا خودرو نیست که مرد تبدیل به احسنش بکنه و بره یه جوونتر و نوترش رو بخره. ازدواج امر مقدسی است که بین یک زن و مرد بسته میشه و حرکتی است که در واقع احترام متقابل میخواد، دو انسان با حقوق مساوی. به هر صورت آنچه که در مقابل لایحه خانواده و این ماده ظالمانش و سایر موادش این روزها نشون میده، به نظر من زمینه خیلی خوبی است که جنبش نیرومند زنان که خواهان حقوق مساوی هستند میتواند که با تجهیز خودش اعتراضات گسترده‌ای رو شکل بده، به خصوص اینکه طیف بسیار بزرگی از فعالین زنان همگی در واقع توافق دارن بر اینکه این لایحه پایمال کردن حق و حقوق زنان جامعه ماست. نکته سوم این که نیروگاه هسته‌ای بوشهر سرانجام بعد از 34 سال روز گذشته آغاز به اصطلاح سوختگیریش انجام شد. پروژه‌ای که ابتدا با زیمنس و آلمان قرارداد بسته شده بود 34 سال پیش، از دو نیروگاهش، یکیش 75% و یکیش 60%، تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به انجام رسیده بود، اما بعد از انقلاب اسلامی متوقف شد و در سال 1992-1371 با روس‌ها قرارداد بسته شد که به جای آلمانی‌ها پروژه رو تمام بکنن و 17 سال هم کار با روس‌ها طول کشیده. مجموعاً نزدیک به 1.4 میلیارد دلار پول از ایران گرفتن، یعنی دو برابر نرخ بین‌المللی این نیروگاه‌ها برای کشور درآمده و من شخصاً امیدوارم که این نیروگاه وقتی راه میفته به سرنوشت چرنوبیل مبتلا نشه، چون خیلی ها ابراز نگرانی کردند از تکنولوژی که روس ها دادن. نکته چهارم این که آقای عیسی سحرخیز که اخبار نگران کننده در مورد سلامتیش بود، مقامات زندان رجای شهر از انتقالش به بیمارستان جلوگیری کردن، در حالی که آقای سرخیز نیازمند این است که به بیمارستان منتقل بشه. نکته پنجم این که معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه‌ای که روز گذشته داشته رسما اعلام کرد که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت غیر قانونی هستند و راجع به خانه احزاب هم گفته تغییرات اساسنامه‌ای که باید بدن ندادن، بنابراین تا این تغییرات رو نداده باشن فعالیتشون قانونی نیست. بر صورت این اعلام رسمی در واقع از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور پیرو به صحبتهایی که قبلا کرده بودن، در واقع کاملا نشون میده که کودتاچی‌ها به هیچ عنوان تحمل هیچ جناح و حزبی رو که مخالف اونها باشن ندارن. نکته ششم این که بحرین روز گذشته اعلام کرد که شبکه‌ای از منسوبین به ایران رو دستگیر کرده که بیش از 250 نفر هستن و شبیه این شبکه در سایر کشورهای عربی و اسلامی هم هست و ایران اونها رو شکل داده. به هر صورت این خبر از اخباری است که احتمالاً از دلش تنش‌های بیشتر و درگیری‌های بیشتر و خبرهای جدیدتری بیرون خواهد اومد. نکته هفتم این که مادران داغدار طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند که اسمشون رو به مادران پارک لاله تبدیل کردند و این مادران عزیز که مبارزاتشون بر پیشانی مبارزات ملت ایران می‌درخشه، به درستی در اطلاعیه‌شون توضیح دادند که خودشون رو مادر تمام شهدای جنبش می‌دانند و خودشون رو شریک غم تمام مادرانی می‌دانند که زیر فشار قرار گرفتن. نکته هشتم این که وزیر نیروی سابق دولت آقای احمد نژاد، آقای فتاح، در مصاحبه‌ای با توجه به سمت جدیدش که مسئول بنیاد تعاون سپاه شده، به شدت به دولت حمله کرده و گفته واگذاری‌های دولت به عقل اقتصادیش باید شک کرد، چرا که دولت گاهی خودش فروشنده است و گاهی خودش خریدار. به هر صورت این حملات وزیر سابق کابینه آقای احمدی نژاد به دولت احمدی نژاد بیشتر انتهاش در واقع نتیجه گیریش برای ایشون مهمه و اون این است که آقای فتاح
به ازای 450 میلیارد تومان طلب بنیاد تعاون سپاه از دولت متقاضی گرفتن نیروگاه های دولت شده. به دنبال مخابرات احتمالاً نیروگاه ها هم به سپاه واگذار خواهد شد و بعد از مخابرات نوبت برق که در دست سپاه قرار بگیره. و نکته آخر این که بزرگترین اتحادیه کارگری اسپانیا هم از منصور اوسانلو حمایت کرده و یک سال حبس اضافه برای اوسانلو رو محکوم کرده. همینطور بخش از فعالین سندیکایی بریتانیا هم از منصور اوسانلو پشتیبانی کردند. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایرانی.